سلام آقای بهنود، 12 فروردین روزی بود که 40 سال پیش جمهوری اسلامی تثبیت و تصویب شد. ببینید، آره، 12 فروردین روز همه پرسی اعلام شده است و اون روزی است که 2 روز قبلش همه پرسی صورت گرفته بود و در این روز آقای خمینی با یه پیامی که حالت تبریک و تایید داشتش همه پرسی رو تثبیت کردن. اون چیزی که حالا خواهیم رفت تو روزنامه ها، اون چیزی که تو روزنامه ها طبیعتاً روزنامه های خبری روزن مشهود نیست، اعتراض ها و گفتگوهای بسیار زیادی است که در اون 7-8 هفته بین 22 بهمن تا 11 اسفند صورت گرفت و مخالفت های بسیار جدی وجود داشت، حتی بین روحانیون وجود داشت که معتقدن این همه پرسی، یعنی این که مردم ببریم و بگیم جمهوری اسلامی آری یا نه، یا به این آری بگو یا نه، این دموکراتیک نیست و این بحث ادامه پیدا کرد، چون که آقای دکتر یزدی بعداً توضیح داده است که بله، تا آخرین لحظات این به اینا میرسید و آقای خمینی مخالفت کرد، گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه کم. به روزنامه اطلاعات داره میگه که رژیم منفور سلطنت به زبالدان تاریخ پیوست، که این زبالدان یادمه در تمام اون سالهای بعد از انقلاب مدام تکرار میشد، رفراندوم منطبق با شرایط ایران بود و یه تیتری که این پایین برای من جالب بود این بود که کلکسیون‌های خصوصی مصادره میشود، سانسور فیلم و کتاب به طور کلی از بین رفته. بریم روزنامه کیهان رو ببینیم که میگه آخرین نتایج رفراندوم در سراسر کشور. بله، چون یواش یواش دیگه معلوم شده بود، یه پیشبینی هایی هم میکردن. آقای صادق طباطبایی در این میان نقشش خیلی مهم بود، به عنوان سخنگوی دولت حضور داشت و در حقیقت یه نمایندگی از بیت هم داشت، بنابراین هی این وسط میرفت و میمد شهر که بعدا تو خاطراتش هم نوشته و او هست که میادش و جلوی صحنه هست لحظه به لحظه و اعلام میکنه و آخر سر به همین جا رسید که 98% مردم گفتن آری. همزمان دو تا تیت دیگه هم داریم میبینیم، یکی تیراندازی در گنبد که اولین بارم خبرش از بیت اومد، نه از خبرگزاری ها و نه از طرف دولت، یکی هم انتخاب تیمسار ریایی هست به وزارت دفاع. بریم روزنامه آیندگان رو ببینیم. در حقیقت ببینید اینجا آیندگان بازنشسته کردن دست جمعی افسران اشتباه بود از قول ریاحی پیش میکشه، یعنی حالا ریاحی یک امیر سابق ارتشه که گروه های چپ هم باش مخالف بودن با او و قرنی و او اومده میگه که این دست جمعی تصفیه کردن ها غلطه، میخواد ارتش رو بازسازی بکنه. اول برنامه اشاره کردید به صداهای مخالف که در روزنامه ها نشون میدادن از رفراندوم. نامه از لیلی سروش در مطبوعات منتشر شده تاریخ 25 فروردین که میگه که آقای بازرگان، من در رفراندوم شرکت نکردم به یک دلیل که زن بودم و اتفاقا میگه چون مسلمان بودم نمیتونستم نبگم، از طرف دیگه اگر به آری رای میدادم به آزادی دینه گفته بودم، به جمهوری مردانه رای داده بودم، به تحقق حکومتی رای میدادم که به انسان درجه یک درجه دو معتقد است. بریم جنبش رو ببینیم، آزادی استقلال جمهوری اسلامی. بله، ببین از اینجا این وصلت بین آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی از همون روزای همه پرسی شروع شد، قبل از این نبود. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه مسلم شده بود که مردم در انقلاب دو تا چیزی که میخواستن اینا بود، آزادی استقلال، و بنابراین جناح مذهبی هنری که به خرج داد این که جمهوری اسلامی رو چسبون به این دوتا و شعار عمومی که هنوز بعد از 40 سال تکرار میشه شد آزادی استقلال جمهوری اسلامی، در حالی که خیلی معتقد بودن اینطوری نیست. آخرش هم میگه رهبری میداند که حق نیست به جای رژیم منحط سلطنتی پهلوی شعار بدهد جمهوری دموکراتیک. انقلاب پیروز شد، جمهوری اسلامی هم تثبیت شد، البته روزهای پرخبر هنوز در پیشه از جمله گروگانگیری. خیلی ممنون آقای بهنود.